میهمانان عزیز، خانم ها و آقایان، تشریف آوری شما را با کنفرانس امروزی از طرف بورد مشاوران انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان خوش آمدید میگویم. و جناب دکتر مرادیان، رئیس انستیتوت و همکاران رسمی و غیر رسمیشان که زمینی برگزاری این کنفرانس را فراهم آوردن، سپاسگزار هستم و برایشان آرزوی موفقیت های بیشتر دارم. از جناب محترم والی هرات، مقام های امنیتی، شورای ولایتی و همه هموطنان و همشهریان عزیزی که در این رابطه کمک کردند، تشکر و سپاسگزاری میکنم. سودمندانه باید بگویم که به دلیل اختلال در امر پرواز طیاره ها از خارج کشور به کشور ما، نتوانستم شخصا در این کنفرانس حضور داشته باشم، اگرچه جناب دکتر مرادیان، رئیس محترم انستیتوت مطالعات استراتژیک، در این زمینه مثل همیشه لطف کردند و مصر بودند. هموطنان عزیز، خانم ها و آقایان، یکی از مسائل بسیار مهمی که حلقه های سیاسی کشور ما را در این روزها به خود مشغول داشته و میدانیم که سرنوشت ما با آن در پیوند است، مسئله گفتگوهای صلح در دوحه است. در این گفتگوها تا کنون پیشرفت آنطور که باید صورت نگرفته است، اما از جانب دیگر در روستاها و شهرهای کشور ما خشونت بیمانند در جریان است، خشونتی که در نتیجه آن زنان و کودکان و مردم ملکی افغانستان جان می‌بازند. ما افغان‌ها بازنده این جنگ بی هدف هستیم. همزمان با بدتر شدن اوضاع امنیتی، بسیاری از مردم امیدشان را با آینده گفتگوهای دوها از دست دادند. این واقعیت را باید پذیرفت که در این جنگ بازنده اصلی ما هستیم. این پروژه یک پروژه صلح مردم افغانستان نیست، پروژه است که میخواهند بر ما تحمیل کنند. اما من یقین کامل دارم که صلح یک امر انسانی، اخلاقی و یک مسئولیت و الزام اجتماعی است که ما باید با آن باور داشته و در راستای تحقق آن کوشش کنیم و هم باید بهای آن را بپردازیم. صلح امری رسیدنی است اگر ما مردم افغانستان بتوانیم خود رهبری صلح را بر عهده بگیریم، محتوا و درون مایه و چگونگی اجرایی سازی آن را خودمان تعیین کنیم. تاکید هیئت طالبان و نماینده خاص ایالات متحده بر این امر که باید بنیاد و برخاستگاه گفتگوهای صلح توافقنامه امضا شده در 29 فوریه امسال میان تحریک اسلامی طالبان و یا بهترتر بگم میان امارت اسلامی طالبان و ایالات متحده امریکا باشد، نشان میدهد که مردم افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این زمینه هیچ مؤثریت و نقش جدی را دارا نمی باشند. اگر این پروژه بدین گونه اجرایی شود، بدین معناست که فقط خروج قسمی نیروهای خارجی و در رأس ایالات متحده آمریکا از کشور ما تأمین خواهد شد و نفوذ جمهوری اسلامی پاکستان در افغانستان بیش از پیش افزایش خواهد یافت و دردناکتر از آن این که مردم ما و کشور ما به گونه‌ای دردآورتر و وحشتناکتری از گردونه تمدن بشری به دور انداخته خواهند شد. پایان دادن به این جنگ بی معنا باید یکی از اهداف ما باشد. اما رسیدن به صلح و تعیین محتوای آن بدون شک به توازن نیروهای نظامی و پیشرفت‌ها در عرصه کارزار، در عرصه دیپلماتیک و حمایت متحدان گوناگون این طرف و یا آن طرف جنگ از
طرف نزدیک به خود دارد. در این راستا متاسفانه که متحدان جمهوری اسلامی افغانستان بیشتر از این که به افغانستان توجه داشته باشند مصروف سازش و کنار آمدن با امارت اسلامی طالبانند. من معتقدم که ما باید با طالبان گفتگو کنیم. این جنگ فرجام نخواهد داشت، اما همراه با آن باید از عدالت و استقرار یک صلح عادلانه دفاع کنیم. صلح نباید به معنای سلب استقلال از افغانستان و تحقق بی‌عدالتی گسترده در جامعه ما باشد. ما خواهان افغانستانی هستیم که در آن همه افغانها به شمول طالبان بتوانند در پرتو قانون حق مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی خود را در پرتو قانون داشته و از طریق مراجعه و تکیه بر آرا و اراده مردم افغانستان هر گروه سیاسی را که مردم افغانستان لازم بدانند به حکومتداری توظیف کنند. ما خواهان کشوری هستیم که در آن زنان و مردان سرزمین ما دارای حقوق و مسئولیت برابر باشند و شهروندان از آزادی و عدالت در پرتو قانون برخوردار گردند. برای تقویت جایگاه و موقعیت مردم افغانستان در مذاکرات صلح، افزون بر تأمین رهبری واقعی مردم، وحدت و همبستگی در این سوی منازع یعنی در افغانستان امر اساسی و حتمی است. این وحدت و همبستگی را نمیتوان صرف با کلمات و آرزوهای میانتویی به واقعیت نزدیک کرد. بدون توجه به منافع و خواستهای جمعی چنین وحدتی به وجود نمی آید. ما باید همه از اشتباهای گذشته ایمان بیاموزیم. تقویت این گمان که بتواند اتحاد مردم افغانستان را با تحمیل و تعمیل قدرت‌های تباری و دست آورد امر ناممکنی است و برای همه ما فرجام بد خواهد داشت. همان گونه که انتقال قدرت به امارت اسلامی طالبان نمیتواند موجب یک صلح عادلانه شود، همان گونه هم حمایت غیر انتقادی از پروژه صلح ایالات متحده و نماینده خاص آن به سود کشور ما و مردم ما نیست و نخواهد بود. من به این گمانم که انتقاد و انتقاد رادیکال از اعمال و ایدئولوژی حکومت و اقتدار کنونی درست است و باید صورت بگیرد، اما به همان انداز هم تخریب نهادهای ملی و دولت در کلیت آن نادرستند. ما نباید تجارب دهه 90 قرن گذشته را تکرار کنیم. سیاستگران صاحب قدرت دولتی اگر در پی کسب حمایت مردم می باشند، باید به این امر باور پیدا کنند که صرف با مشارکت عادلانه مردم است و همچنین با ارزی عادلانه کالاهای عامه که در رأس آن امنیت برابر برای همه مردم و به خصوص مردم روستاها قرار دارد و با ریشه کن کردن اقتصاد جرمی میتوان از حمایت مردم برخوردار شد و دولت قانون مدار را نیرومند ساخت. بنابراین باید سیاست و حکومت داری را قانون مدار کرد. قانون مداری به معنای داشتن دولت ناتوان و ضعیف نیست. برعکس، دولت باید توان اجرایی سازی برنامه ها و سیاست هایش را با توسل به قانون داشته باشد. برخی چشمگیری از نام امنی های جاری در کشور ما از عدم تطبیق قوانین ناشی می شود. از این روی شایع این توهم که با توسل به زور برون از دایره قانون می توان به تحقق امنیت کمک کرد، خود موجب افزایش ناامنی و راندن مردم از حکومت می شود. پس باید راه های تطبیق یکسان قانون را بر همه قانونگریزان از هر قوم و تباری که باشد جستجو کرد. خانم ها و آقایان، تغییر اداره در ایالات متحده آمریکا در پی انتخابات اخیر شاید برای برخی ها در کابل مایه امیدواری شده باشد و گمان کنند که می توانند بر همین منوال و خلاف آرزو و اراده مردم افغانستان
به حکومت ادامه دهند. تعیین پالیسی و حکومتداری بر چنین بنیاد بسیار خطرناک است. جهان و ایالات متحده می خواهند که سربازانشان را قسمت از افغانستان برون کنند. حمایت از این امر، یعنی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و برچیدن پایگاه‌های خارجی از سرزمین ما، امر نیکی است و باید از آن حمایت کرد. سربازان خارجی باید از سرزمین ما بروند، اما باید مسئولانه بروند. خروج مسئولانه به تعبیر به این معناست که باید با احترام به قوانین بین المللی از تحمیل هر نوع حاکمیت خلاف خواست مردم افغانستان در سرزمین ما اجتناب شود. احترام به استقلال کشور و حاکمیت مبتنی بر اراده مردم باید از اساسها و بنیادهای روابط آینده کشور ما با جهان باشد. تنها دلبستن به تغییر اداره در واشنگتن و تعیین پالیسی جنگ و صلح بر بنیاد آن و منحصر ساختن سرنوشت صلح به این مسائل نوید از آینده خوب نخواهد بود. چنین سیاست مانع تلاش ما برای تحقق یک سیاست متعادل در افغانستان در رابطه سیاسی ما با کشورهای دیگر خواهد شد و به تکرار سیاست‌های توهم زده و ادامه وابستگی به قدرت‌های بزرگ خارجی کماکان کمک خواهد کرد. افغانستان را زمانی می‌توانیم واقعا از حلقه جنگ‌های نیابتی و از کانون رقابت‌های استراتژیک به منظور استقرار هژمونی جهانی و همچنین رقابت‌های منطقوی بیرون کنیم که واقعا در صف‌بندی‌های هژمونیک بی‌طرف باشیم. به باور من صرفاً با برگشت به سیاست بی‌طرفی و داشتن روابط نیک و پایدار با جهان و کشورهای منطقه و همسایه‌های ماست که می‌توانیم به صلح و ثبات پایدار دست یابیم. بی‌طرفی کشور ما به مساوی یک استراتژی باید از جانب مردم افغانستان مطرح و دفاع شود. در چنین صورتی است که احتمالاً قدرت‌های رقیب چی جهانی و چی منطقه‌ای حاضر خواهند شد این موقف را به رسمیت بشناسند و با اعلام یک تعهد بین المللی به با آن احترام بگذارند. یک ضمانت قوی جهانی در رابطه با بی‌طرفی افغانستان شاید بتواند از سوی دیگر اقدام‌های خونین پاکستان را در کشور ما تو کاهش دهد و یا احتمالاً موجب توقف این مداخلات خونین شود. با چنین سیاستی از خانم‌ها و آقایان که ما می‌توانیم به حضور نیروهای خارجی در سرزمین خود پایان دهیم و افغانستان را از پایگاه‌های بیگانه و مداخلات بیگانه آری کنیم. من می‌دانم برخی از مسائلی را که در اینجا مطرح کردم بسیار آرمانی اند و عملی شدن آنها به انسان‌های باورمند به دموکراسی و مبارز نیاز دارد و شاید هم تحقق آنها در اوضاع کنونی ناممکن باشد. بگذار به سخن معروف واقعیت‌گرا باشیم و ناممکن را تقاضا کنیم. هنوز راه درازی در پیش است. برای شما کنفرانس موفق و مباحث پربار آرزو می کنم. خداوند پشت و پناه مردم افغانستان.